سوال 210 از جمله سوالات خیلی خیلی عالی و واقعا عالی کنکور سراسری میتونه باشه. میگه الکترونی، خوب نگاه کن، میگه الکترونی در اتم هیدروژن دو گذار متوالی ابتدا از N به N پریم و سپس از N پریم به N زگوند انجام میده. خب اگر انرژی الکترون در گذار اول اینقدر کاهش پیدا کنه، کاهش یعنی انرژی از دست میده، پس از N اومده به N پریم، یعنی انرژی گسیل کرده که کاهش پیدا کرده، اینجا گسیله. بعد در گذار بعدی اینقدر انرژی افزایش، یعنی چی؟ یعنی انرژی گرفته، جذب کرده از N پریم به N زگوند. این میشه، پس اینم جذب کرد. در این صورت طول موج فوتون در گذار الکترون از N به N زگوند چقدره؟ از N به N زگوند. دقت کنید، من این سوال از شما دارم. ما الان میگیم که ای N پریم منهای ای N در واقع اختلاف انرژی هامون مساوی است با منفی 13 و منفی 3/16 ای آر، درست یا نه؟ خب چون انرژی اینجا کاهش پیدا کرده از تراز بالا به تراز، اختلاف انرژی دو ترازمون در واقع این بود. اینجا ای ان زگوند منهای اندازش منهای ای ان پریم شده مثبت 21/100 ای آر. خب حالا الان من یه سوال از شما دارم. شما اگه این دوتا رو زیر هم بنویسین در واقع چی میشه؟ این میشه ای ان زگوند اندازش منهای ای ان برابر است با اینا رو اگه با هم جمع کنیم مثل یه دستگاه 21/100 ای آر، درسته؟ منهای 3/16 ای آر. خب حالا اگر این کارو انجام بدیم در واقع اختلافشو حساب بکنیم، عددی که ما میده در واقع میشه 9/400 ای آر، که ما بیایم الان در واقع مخرج مشترک بگیریم از این و در واقع به این صورت میشه، بله 9/400 ای آر. حالا پس اینقدر اختلاف انرژی بین این دو ترازه، حالا من میتونم با این اختلاف انرژی بیام چیکار کنم؟ بگم این اختلاف انرژی مگه معادله این مثبت، اولینو بگم این مثبت در اومد یا منفی؟ این مثبت در اومد، یعنی اختلاف ای ان زگوند و ای ان مثبت در اومد، پس این انرژی جذب کرده، درسته؟ یعنی انرژی ما چی بوده؟ جذب بوده در واقع، که این از ان در واقع رفته به ان زگوند، انرژی جذب کرده در واقع. خب اینجا گزینه های گسیلی هضم میشه. حالا چقدر انرژی جذب کرده؟ من چون جانیس بالا می نویسم معذرت بخوام، ای ان زگوند منهای ای ان مساوی است با هاش سی روی لاندا، از اینجا 9/400 در واقع ای آر که ما داده 13 و چند 6 مساوی است با های سی رو به ما کلن داده 1200 تقسیم بر لاندا، که الان از اینجا اگر لاندا رو به دست بیارم جوابش میشه 3.9، ولی تقریبا میشه 3.9، پس جذبی 3.9 میشه گزینه چند؟ 2.